سه داستان زیست نامه‌ای دیگر نوشتم. نخستین فرزند ایران نام دارد که سرگذشت فردوسی را در آن آوردم. این داستان ها بر سه پایه نهاده شده است. یکی آبشخورها، برای نمونه در فرزند ایران اونچه فردوسی در شاهنامه درباره خود گفته است. دو، دیگر اونچه دیگران درباره فردوسی و اون دو تن دیگر که از آنان یاد خواهم کرد نوشته اند که بیشتر افسانه گون است. بخش سوم همان است که پندار نامیده می شود. در هر آفرینش هنری گزیری از پندار نیست. پندار را من در برابر فیکسیون یا فیکشن فرنگی به کار می برم. من بخش هایی را بر داستان افزودم، بخش هایی که نه در آبشخورها نه در نوشته های دیگران هیچ سخنی از اونها نیست. برای نمونه فردوسی را در کنار پدر در باغ سرای آنان نشانده ام، به گفتگو پرداخته. داستان دیگر پدر ایران نام دارد. در اون سرگذشت کوروش بزرگ آورده شده است، به همون شیوهی که فرزند ایران نوشته شده است. این داستان هم به نگارش در آمده است و بر همان سپایه. داستان فرجامین وخشور ایران نام گرفته است. وخشور به معنی پیغام‌آور، پیامبر، واژه‌ای کمابیش کهن است. در وخشور ایران من سرگذشت زرتشت را آوردم. در سرگذشت زرتشت کوشیدم پایه را بیش بر گاهان بنهم که سروده های این وخشور باستانی ایرانی است. سپس بر آبشخورهای دیگر، بیشتر آبشخورهای پهلوی که زندگانی زرتشت در اونها آورده شده است. حتی می توانم گفت کسانی از من پرسیدند که چهارمین که خواهد بود. من همواره پاسخ دادم اگر شما چهارمینی یافتید که همسنگ و همتراز و همپایه و همرده با این ستن باشند، من زندگانی اون چهارمین را هم خواهم نوشت. هر کدام از این سه نماد برترین یکی از آن سه بوخت است. سه بوخت یا سه مایه رستگاری در آیین زرتشتی بدان سان که همگان و کسانی که اندک آگاهی دارند از تاریخ و فرهنگ ایران با اون آشنایند، اندیشه نیک است، هومت گفتار نیک است، هوخت کردار نیک است، هوورشت زرتشت
نماد بخت نخستین است یا اندیشه نیک. فردوسی نماد بخت دوم است، گفتار نیک. کوروش نماد بخت سومین است، کردار نیک. اگر کسی بتواند چهارمینی برای این سه بیابد، نیز به همون سان کسی را که نماد آن چهارمین باشد، من زیستنامه اون کس را هم خواهم نوشت. تا کنون یافته نشده است. پیشینه برگردانهای من به ادب کهن اروپایی باز می‌گردد. کهن در دو معنی، یا ادب روزگاران باستان یعنی ادب یونانی، ادب رومی، دو دیگر ادب صده‌های پیشین میلادی. یکی از نخستین شاهکارهای ادبی که من به پارسی برگرداندم انئید بود از ویرژیل، که از نگاهی بسیار فراخ میتوانیم اون رو شاهنامه رومیان بنامیم. پس از انئید ویرژیل، سروده های هوراس هست. من چامه های او را هم به پارسی برگردانیدم. از کتاب های دیگر که در آغاز پارسی کرده ام، تلماک فنلون است، نویسنده فرانسوی. تلماک را همچنان از نگاهی فراخ می توانیم با گلستان سعدی بسنجیم. مانند گلستان که تا چند دهه پیش در دبستان‌ها درس گفته می‌شد، کتاب تلماک را هم در دبستان‌ها و دبیرستان‌های فرانسه آموزش می‌دادند. این داستان از داستان‌های باستانی یونان برگرفته شده است، به شیوه آنها به همون سان نوشته. از دیدی دیگر اون را با قابوسنامه هم میتوان سنجید، از دید پیکره، چون قابوس واشمگیر در قابوسنامه فرزند خود گیلانشاه را اندرز میگوید و آموزش میدهد، زیرا پس از او میبایست بر اورنگ فرمان روای زیاریان می نشسته است. فنلون هم به بهانه تلماک در چهره آموزگار او، جانشین پادشاه فرانسه را در اون روزگار اندرز می گفته است. اما تلماک پیکره داستانی دارد که در قابوس نامه نیست. همچنان از نخستین کتاب هایی که به پارسی برگرداندم، یکی رونه بود، دو دیگر اتلا، هر دو از شاتوبریان. داستان هایی که چندان بلند نیستند، داستان هایی هستند که در کتاب گرانسنگ و ستبر شاتوبریان که با نام شکوه ترسایی نامیده شده است گنجانیده شدند. سیلوی که داستانی است شورانگیز و شعرگونه از ژرارد و نروال را هم در همون زمانها به پارسی برگرداندم. هنگامی که انئید به چاپ رسید، دوستان سخنسنج به گفتار یا با نوشتار
از من میخواستند که دو شاهکار دیگر حماسی در ادب اروپایی را هم به پارسی برگردانم، ایلیاد و اودیسه. من این کار را کردم، هرچند پیشتر این دو کتاب پارسی شده بود. من ایلیاد و اودیسه را هم به پارسی برگردانده‌ام که اونها را هم روانشاد سعید نفیسی پیشتر به پارسی برگردانده بود. خندستان خدایی یا کمدی الهی را من بیشتر به خواست دیگران به پارسی برگرداندم. با اینکه این کتاب شاهکاری است که می توان گفت پایه ادب ایتالیا را می ریزد، چندان دلچسب من نمی افتاد. اون هم از این روی بود که سرشت و ساختار درونی آن همگون و همساز و یک لخت و یک نواخت نیست، دست کم از دید من. ما در این شاهکار دانته هم به ستیق میرسیم، هم به مقاک. بخش های از اون بسیار شورانگیز و دلکش است. اون بخش هایی که دانته اونها را از فرهنگ و ادب کهن به وام ستانده است، بخش هایی پژمرده و افسرده. این شاهکار گاهی تا مرز روشننامه یا بیانیه سیاسی فرو میکاهد. پیداست روشننامه سیاسی هیچ جان و جنبی، هیچ شور و شراری، هیچ تب و تابی نمیتواند داشت. خشک است و دژم و فرومرده. دانته هر که را خوش می داشته است در برترین جایگاه های بهشت نشانده است. نمونه را در سالیان جوانی به دخترکی به نام بیاتریس یا بیاتریچه دل می بازد. این دلبستگی همواره با او همراه بوده است. این دختر را در فرازنای بهشت جای داده است، همسنگ مریم یا حتی فراتر از او. اگر با کسانی بر سر ستیز بوده است، ناسازی سیاسی داشته است، آنان را خار می شمرده است، در جرفای دوزخ جایی برایشان برگزیده است. این کتاب‌های گفتگویی را بر پایه چگونگی و سرشت و ساختارشان از نگاهی فراخ میتوانم به دو گونه بخش کنم. یکی کتاب‌های گفتگوگرانه است، اما
پرسش و پاسخ به شیوه زنده و روباروی انجام نگرفته است. پرسنده پرسش های خود را نوشته است، برای من فرستاده است، من هم به نوشتار پاسخ دادم. نمونه را کتابی با نام در بند ترفند، زمینه آن، خواستگاه آن، سروده بوده است کما بیش بلند در پیکره دوانه یا مثنوی. گونه دیگر کتاب‌هایی است که به راستی گفتگو است. به سخن دیگر، من در دم با پرسشگر در گفتگو بودم، پرسش‌های او را پاسخ دادم. در پاره از این کتاب‌ها من به خواست آگاهانه از پرسشگر می‌خواستم که پرسش‌های خود را از پیش با من در میان نگذارد. برای نمونه زبان و ادب پارسی هزاران سال را در بر می‌گیرد. اگر پیشینه‌های آن را هم بخواهیم بکاویم، برای خود من هم این آزمونی بود بسیار گیرا، گونه ای خطرگری شمرده می شد. برترین نمونه این گونه از کتاب های گفتگوگرانه که من اون را کتابی ویژه می دانم در کارنامه خیش، کتاب آوایی از ژرفاست. این نام را از اون روی با همداستانی پرسشگر بر این کتاب نهادم که براستی آوایی که از ژرفا برمیخواست زمین ساز پیدایی و پدیدایی این کتاب شد. ژرفاهای نهاد و ناخودآگاهی ما ناگفته پیداست، بر ما روشن نیست. اونجا ما با جهانی رازناک پوشیده روبرو هستیم که گهگاه به گونه ناخواسته و ناآگاه می توانیم روزنی به این جهان ناشناخته بگشاییم، به گشت و گذار کوتاه در آن بپردازیم. از نگاهی فراخ این شیوه همان است که روانشناسان اون را همخوانی آزاد اندیشه ها می نامند. اندیشه ای دیگر را به اون که ما بدانیم و بخواهیم در پی می آورد. آوای از ژرفا گفتگویست دراز دامان که کمابیش دفتری ستبر را هم پدید آورده است، با یک روزنامه نگار اندیشمند پژوهنده به نام ارشاد. کتابی مانند آوایی از ژرفا هم در چندی هم در چونی با اون کتاب‌های دیگر یکسان نیست. در چندی در قلم رو هم پهناورتر است، هم ژرفکاوانه تر، از اون روی که سخنی در این زمینه رفت بخواهم
اون را بکاوم، میتوانم گفت که آدمی چونی جهان است و جهان چندی آدمی. جهان را، جهان فراخ، میتوان گفت بی مرز و کران، جهانی با هزاران هزار پدیده آفریده، در هم فشرده شده است، چندی فرو کاسته است، به چونی دگرگونی یافته است، آدمی پدید آمده است، آدمی چکیده و افشوره و گوهره جهان است، جهان برون. از سوی دیگر اون چه در آدمی نهفته است به گونه به گوهر در توان گسترش یافته است، چندی گرفته است، جهان پدید آمده است. من چندین ده جستار تا کنون نوشتم. این جستارها در زمینه‌های گوناگون نوشته شده است. پاره ای از اونها می توانم گفت پیشینه آنها به فرهنگ و ادب و زبان‌های ایرانی باز می‌گردد. آیین‌ها، جشن‌ها، باورها، زبان‌های ایرانی، کندوکاو در سرگذشت و پیشینه واژه‌ها، دیگر ساختارها و هنجارهای زبان، با نگاه تاریخی یا در زمانانه، بخشی هم به ادب اروپایی به ویژه ادب فرانسوی باز می‌گردد. از سوی دیگر به زبان‌ها و گویش‌های بومی ایرانی هم در پاره از این جستارها پرداخته ام، به ویژه به زبان کردی، اون هم شاخه کردی کرمانشاهی یا کردی کلهوری، به همون سان به گویش پارسی کرمانشاهی که با کردی کرمانشاهی یک سره یکسان نیست. چندین جستار من درباره واژه های کردی و واژه هایی که کرمانشاهیان به کار می برند نوشتم، همچنان با نگاه در زمانانه، سرگذشت و پیشینه این واژه ها را نشان داده ام، هم در آواشناسی تاریخی هم در معنی شناسی تاریخی. در یک دو جستار هم به معنی شناسی تاریخی سنجشی پرداختم. خواست من از آن این است که واژه ایرانی را با واژه‌هایی در زبان‌های دیگر که با زبان‌های ایرانی همدود مانند از دید
کاربرد معنایی سنجیده ام و بررسیده ام.